بسم الله بسم الله. دوستو دینمی پشت سرشم که نوشته کرده قرآن کریم اما تو بسیار زیبا. چهار جوزا شروع کردم. بله. و این کلش استاد فقط از طرف شو نشته شده، چون روز ما وقت نداشتم. هشت شو میشتم تا دوازده یک شو نشته میکردم. وزن مکمل خود قرآن کریم. وزن معنویش خود لنگر زمین زمان است. بورا ما تعیین کردن نمیتونیم. وزن فیزیکیش استاد گل فقط چهار چهار نیم سرمه است. و جناب استاد افتخار ازی تنها به من نیست، تنها به شما نیست، به کل مردم افغانستان است. ما به شما شکر افغان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما بخیر هموطنان عزیز، بیننده های چینل بخش بین المللی آی بی. امیدوار هستم که خوب و جور و صحت سلامت باشین، در هر گوشه کره خاکی که هستین دارای صحت کامل باشین. هموطنان عزیز، به خاطر حمایت ما چینل بخش بین المللی آی بی را سابسکرایب کنین. امروز من کجا هستم؟ امروز در منزل استاد بزرگوار، کسی که ام رسام، ام خطات، لوانویس و یک شهکاری کرده. این که چی شهکاری؟ پس میریم داخل. اول ما یک بار اینمی زنگ بزنم، میریم داخل میبینیم که اینا اقدام کرده که کارشان خارق العاده است. ما هم کم معلومات دارم ولی بر شما نمیگم، چون مزه برنامه میره. میریم داخل امروشون صحبت های میداشته باشم. منتظر هستیم دوستو که استاد بزرگوار بیاین. سلام. سلام استاد جان، چه حال احوال؟ خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ خیر خیرت بخیر هستین؟ ساعت سلامت. بیاین که دوستو چی گفتنی داره برشان. شما سلام علیک کنین و میریم به خیرخانه. خوب هستین؟ بسیار خوش آمدین، صفا آوردین، لطف کردین، مهربانی کردین. خدا کنه که سرگردان نشده باشین. قربانتان. نه فقط استاد بزرگوار ما را خواست و ما بینمی آدرس دقیق آمدیم در پشت درخواستشان. قربانتان از قدم رنده کنیم. خوش آمدیم. سلامت. بخیر باشین. دوستا بیاین که بریم داخل چی گپ هست. همراه استاد بزرگوار میرم و با ما همراه باشین. چطور هستید؟ قربانتان. بخیر باشین. سلامت. بفرمایید. بفرمایید. سلام. خوب هستید؟ ساعتان خوب است؟ بخیر هستید؟ بخیر باشین. سلامت. زنده باشین. قربانتان. بخیر باشین استاد جان. قربانتان. هموطنان عزیز، ما خانه استاد، اول فکر کنم استاد عجم رفته، عج رفتین بخیر، خداوند قبول کنه. سلامت باشین. قربانتان. آجیسای بزرگوار کار خارق‌العاده انجام داده. به این خاطر ما را دعوت کرده تا از این شهکاریش شما را هم با خبر بسازیم. خیلی بشینیم اینجا دیگه، اجازه خواهد. قربانتان. قربانتان. بخیر باشین استاد. سلامت باشین. زنده باشین. بسیار خوش آمدین بازم. قربانتان. بخیر باشین. خوب است این استاد جان؟ ساعتان خوب است؟ ساعتان خوب است. بخیر سلامت باشین. نام من حاجی محمد صابر فقیرزاده است. کار شخصی میکنم، سابق کارمند پشتنی بانک بودم. مدت در اونجا کار میکردم، باز از اونجا تقاعد میگرفتم، رفتم در بخش ریاست جمهوری. یعنی در دوره جمهوریت؟ در دوره جمهوریت، بله. در کدام بخش بودین؟ همراه رئیس صاحب جمهور پیشین بودم. آها، اشرف غنی. کرزی صاحب. کرزی صاحب. در 11 سال همراه از اونا بودم، تفلکاش درس میدادم. بشک بزرگوار است اینا. لطف کردین مهربانی کردین. بعد از تحولات سیاسی که آمد دیگه فعلا کدام مسئولیت رسمی ندارم، کار شخصی میکنم در مارکت سامان برق است. همونجا مصروف هستم دیگه. خدا را شکر که مصروف هستین. شما خوب هستین؟ سلامت. زنده و سلامت باشین. قربان تو. یمای قند محصل هستی دیگه؟ امام جان است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم خود سلام عرض دارم خدمت شما، بینده های چنل یوتیوب شما. از محمد حماد فقیر داد تخلص میکنم و واصل 15 روانشناسی پانتون کابل میباشم. برازاده آجی سای بزرگوار کاکای بخیر باشین. سلامت. موفق باشین استاد بزرگوار. درباره
کارایتون اول بپرسم اجازه خواهد صاحب اجازه هستین قربانتون بخیر باشین دوستا حاجی صاحب خیلی کار خوب کرده کار شهکاری کرده کار که ار زیر و زبر و ار شد و ار عروفش و ار حرف که نوشته کرده را با دستای بهترینه که انجام داده یه بر ما نوشته کرده قرآن شریفه که من بر شما گفتم یک شهکاری کرده با دستای خیلی خوبه که با این دستا نوشته کرده که قابل بوسیدن هسته و سی سپاره من ازشون میپرسم که یک سپاره چند مدت در بر گرفت و سی سپاره چند مدت در بر گرفت ایره مکمل خودشان معلومات میده که چی زمان شوق علاقه به این پیدا کرد که قرآن کریمه با دوستای خود نوشته کنه بسیار خوب من به تقریبا 23 سال شده بود من آرزوی یک کار داشت مگه من هیچ موقعش مساعد نمیشد تا زمانی که بیکار شدین یا بیکار نمیشد یا موضوع اقتصادش برابر نمیشد گو برام یک مشکل دیگه برمیخوردیم قسمت ما تو بود تا بالاخره پارسال در 4 جوزا دیگه خداوند ما چیز برابر کرد و چیزایی که من میخواستم کاغذ و گپ سخن به بسیار مشکل برابر کردم کاغذ شد چون بسیار کلان است 4 جوزا شروع کردم بله و این کلش استاد فقط از طرف شو نشته شده چون روز ما وقت نداشتم 8 شو میشتم تا 12 یک شو نشته میکردم آفرین تو شب 4 ورق 3 ورق در تاسپاری 3 و 4 بسیار به تکلیف بودم کلام حق از بسیار لنگر داشت بسیار که تو خود فکر میکردم که شاید نتونی باز قوت میتونم نیاله که شروع کردی باید از خلاصش کنی ایش نکا با در سپاری 4 دیگه لطف خدای پاک سرم شد که دستام رو شد و چشمام پخته شد معجزه دیگه آه دیگه کلش معجزه خداوند است دیگه به صورت پیش میرفت تقریبا در ماه اول وقتم زیاد بود در ماه سرطان در یک ماه 4 سپاره رو نشته کرده بودم باز پس آنها مشکلات زندگی و روزگار مریضی و جپا کم کم پس ماندم در مدت 10 ماه در تاریخ 27 رمضان دیگه خاص خدا شد تکمیلش کردم در 27 رمضان در بهترین ماه در بهترین ماهی که پیدایش قرآن کریم در مو ماه و یک بار ببینیمش هزار دفعه دوستا ببینیم که کار استاد بزرگوار چگونه است بسم الله دوستا دینمی پشت سرشم که نوشته کرده قرآن کریم اما تو بسیار زیبا و کارم کار فکر کنم چی هسته جناب استاد صافت از این هیچ چیزی در بازار نشده خودت کردی کل کارش کل کارش خودم کردم من برادر زاده رو خودمان نجر داشته که جان ما جان عمر جان شب 27 تا 2 شب 6 شب به خاطر که من صبح شمرا یک رسانه مصیبت داشتم او دفعتن به من زنگ زد گفت بیا ایردم یک شب تا 2 شب 6 شب رشما آوردیم و دیزاین کردیم و شبکه کردیم بستش کردیم دیگه شبکه کاریش هم خود کل دیزاینش کل دیسیس تمامش بسته بندی صافت تمام خداوند اجرش برتون ان شاء الله میده بر شما هم بر شما به برادرزادایتون که در ثواب شریک داشته باشید به زحمت کشیدین لطف کردین اومدین وقتتون ضایع کردین کل ما شما رو خداوند در ثواب شریک داشته باشه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله دوستا امروی دست نوشته شده امروی دیزاینش کرد جناب استاد دی فقط این قد دیزاین شده بازیر چون ما نمیتونیم چهار طرف شد چیز کنیم ما فقط نوشه دیزاین کنیم بازگه دادیم خدا خیر بتا کمپیوتر کارا رو کلانش کردن چهار طرف گرفتن خداوند کش دا کش بله ها در ثواب شریک کنن کسایی که سهم گرفتن دیگه اینی صفحه اولش جناب استاد این اسماء الحسنا 99 اسم پروردگار است مکمل امروی دست کلش سیب قلمی است کلش رنگ قلم است کلش قلم است کلش لمس کنید استاد جان باز اینا نوشته کردنش فکر کنم خطات نوشته میتونه ولی این یک قلم مخصوص داره بله به این قلمش چی است خود رنگ است این قلم که است جناب استاد خود رنگ مشقی است باز اینی که دو پنسله میشه باز وسطش پر میشه بخاطر امروی اون مو قل... اول امروی دو پنسل مثل چی به سایه واره فقط یک خط اندازی میشه یک اسکیچ میشه بعد از اون باز دیگه پر میشه مو قلم پر میشه بله دیگه میناتوری های دوشم کلش قلمی این قیق یک ماک جور کردیم بازیر دوره دور ساختیم خداوند یار اجر بده قربان تا بخیر باشین بسیار مرا رو اجر بده نام خدا این معلوم میشه مکمل بله مکمل معلوم میشه که امروی قلم
به شکتان. یعنی خداوند توفیق داده، یعنی صفیه الحمد شریف است، یعنی میتونیم در جمع بگیرین. اصلا ما تصمیم باشم که کلش همراه ترجمه نشتا کنم استاد. چند فکر کنم چند صفحه است یا چند سوره است؟ فقط الحمد و الف لام شریف که ترجمه نشتا کنم. آها. باز دیگه سورایی که داخلش هستن، نه داخل قرآن کریم، سورای نماز. استاد به خاطر که ما صفحه اولا که گرفتم ترجمه نشو. بیا می کارو بکو. چقدر خوب، ما هر سوره را که مثلا خودم در نماز میخوانم باید اسم ما بفهم که ما چی را میخوانم. ترجمهش نشته کردم استاد، ما باز از دور که سعی کردم یک قسم، چون جای ترجمه بسیار خرد است استاد. یک رقم تو در گناه نشم، یک رقم خود جر نشان داد امروی متن آیت شریف بسیار پر جمع جوش بود، پر جمع جوش شد. باز مفتم نی اگر ترجمه نشته کنم، چون اینجا 15 میلی جناب استاد، از او 10 میلی صفحات دیگهش. ای جای نمیمون راست میگم، گفتم اگر اینجا نشته کن، نشتم کردم نمیشه، شما لمس کنین استاد فهمیده بشه، باز با پس چیز گرفته میشه. از دور که سعی کردم گفتم امو عظمت و سترگی سفاره یه رقم مختلف. بینندای عزیز، با گفته استاد محترم، کاری که با دست میشه نسبت به کاری که چاپی هسته زمین آسمان فرق میکنه. اولین فرقش وقتی که ما در روی صفحه این رقم تچ کنیم، بر ما معلوم میشه که این امرای خود رنگ نوشته شده و کلش برجستگی داره از خود، یعنی احساس میشه که در خود روی صفحه دست بزنیم. نام خدا و ایام سپاری اول شروع شد دیگه. سپاری اول جناب استاد. بله. اندازیش استاد گل، اندازی همی صفحه رو میخواستم هم صحبت کنم. فقط 90 در 70 است، کلانترین کاغذ که فعلا در کابل است، 90 در 70. باز ما وقتی که این متنش نوشته شما کردین، مثلا خود قرآن شریف اینمی صفحه الف لام تا آخر صفحه که تمام میشه آیتش مثلا 36 است. بله بله. اگر شما کلان میگرفتین یا از روی کدام، اصلا از کدام روی دیگه چیزی نوشته کردین؟ کدام قرآن کریم دیگه؟ جناب استاد ما یک صفحه دیزاین کردم، من تلا توکلی گفتم میره خط کشی کو برام 20 تا 20 تا جدا کو خط کشی کو. با ما 18 و 19 خط شد همی یک صفحه. لطف خدای پاک قرآن کریم به من تحفه داد، یک قرآن کریم بسیار سابقه 60 سال پیش، وام تصادف 19 خط. 19 خط که صفحه می بیخی جور می آمد، جور می آمد. او دیگه کار مره قدر آسان کرد، کار خدای پاک، قسم که خداوند جل جلاله گفته از تو حرکت از ما برکت، ولی در کار خیر بیشک حرکت برکت میسازه. اگر نیو استاد هر صفحه شه باید ما محاسبه میکردیم در کجا خط میشه، اندازه خط. لطف خدای پاک شه، این قرآن شریفی که در بالا مانده سی بسیار از سابقه است، اینه که ما حساب کنیم که تزیگ تو میانیام یک معجزه خدای پاک است، یک قومت الهی شده کار ما بسیار ساده است. باز ما دیگه همطور دلجام دیگه نشته میکردیم، صفای ما وزود دیگه یک رقم بوده، نمو تو استادیم نمو تروان از دیگه تا آخرایش است استاد. وزنش هم استاد قند حدود بسیار وزن داره، 4-4.5 سرمه وزن مکمل خود قرآن کریم. وزن معنویش خود لنگر زمین زمان است، او را ما تعیین کرده نمیتونیم. وزن فیزیکیش استاد گل فقط 4-4.5 سرمه. ما روز اول هم در رسانه رفتم، ما گفتن بیا مصاحبه میکنیم، ما که در آمد دو نفری رو بردیم، واید فکر میکنن که یک چیزه که وادی زیر قول خود میاره. وقتی که وادی دیدن سر میز خود خالی کردن، آجیل که بسیار که یک چیز گفت بیخی نو است دیگه. بسیار لنگر بسیار داره، در لنگر داره که شما باید اسپانسر موید کسایی را کنین که این رقم کارهای فوق‌العاده انجام میته. و استاد فکر کنید که وقتی که ما شما یک کتاب آدیره یا معلم یک کارخانگی میتم متعلم هستیم نوشتن میکنیم، این باش کدام خطش غلط نشه، این خود کلام حق است. راست میگه. فکر کنید که از خاطر این یک زیر و زبر مگه سر متو شده بازتو شده، باز این حال فکر کنید شاید به میلیارد مرتبه راست میگه، راست سرمگایز شده گویش، به خاطر که هر زیر و زبر و پیش و یپا باید در جایش استاد قرار بگیره. بم دقیقا فعلا اینمی قسمت که بیم و زیر داره نه، اگر اینمی قسمت به جای زمی اگر پیش بی خود مانایش فرق میکنه و حتی امکان داره که بسیار گناه عظیم است. کلام حق است، از او خاطر بسیار دقت کار داره، بسیار حوصله خوی، فقط کمک و لطف خدای پاک و برکت می دعای دوستاس. خدا من دوستان رو نگردم جریان که استاد ما کار میکردم، هر کس از هر طرف خبر شده هر رقم کمک کردن، کمک موادم کردن، تا این از جرمنی به من رنگ روان کردن، لطف کردن دیگه، هر کسی خدا واسه واسه توان خدا تو کمک نقدی و مادی و هر رقم تشویقی دعا کردن آمدن اونم ما رقم آدم رویا میتونه. ما منیس یک جوان
اگر در دست ما یک چیز می بود و در توان ما یک چیز می بود، ما امرای شما همکاری در این می کردم که این جلد قرآن کریم که با دوستای مبارک تو نوشته کردین، این را باید از در موزیم مصر می برده. بله 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 بله. بخاطر آثار است که هم باعثی میشه که افغانستان نامش بلند شوه و هم باعث از این میشه که یک افغان ما واقعا به قله هایی برسه که در آرزویش بود و ما کل ما در یک دلیز، در یک خانه، در یک زیر سقف زندگی میکنیم به نام افغان هستیم و باعث افتخار ماست. ای کاش چیز از دست ما میامد. ولی دوستو اگر چیز از دست شما می بین دریغ نکنیم. استاد مبارک قربان اینا شوم با 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 این رقم کار شهرکاری و فوق العاده کار انجام دادن و کارم کاری که هر کس نمیتونه. اگر من بگویم من میتونم، شاید در گفتار باشه، در عمل من نمیتونم. به خاطر از اینکه ما مثلا برتون یک مثال میگم، ما یک صفحه نوشته داریم. اگر یک صفحه فکر کنم تقریبا چند خط داشته باشه کتابچه اودی، شاید 15 خط داشته. 15 خط. ما 15 خط به بسیار مشکلی نوشته میکنم. باز یک نفر بر من یک ورق فورا میاره میگه بگی دا این نوشته. او خو بیخی سر ما، باز بسیار سر ما او جبر تیر میشه. باز چی خوصه وقته که این رقم یک هر صفحه ازی و کلانترین صفحه که در افغانستان فعلا موجود است، دانه دانه خط به خط نوشته شوه، 30 سپاره باشه، این دیگه یک شهکاری و یک انرژی کار داره که هر کس نداره. او را اینا از طرف صبح استاد بزرگوار از طرف روز در کار می بودن، مصروف شب که می آمدن این کار را می کردن. در زمانی که شما در زمان جمهوریت شما کار میکردین، در او زمان هم نگفته بودین که من یک پلان دارم به دوستا، برای کسایی که امرای شما کار میکردن در فکر کنم در امرای رئیس صاحب بودم در خانیشون یک روز یاد کردم امرای دکتر صاحب خانمشان، گفتم من یک پلان دارم، گفت استاد تو خوب بسیار کار خارق العاده است، خداوند توان بدید. تو فعلا برشان نگفتی از کارتون؟ فعلا خبر دارن من، تو ما فعلا تو نبردیم پیشش، تصمیم دارم ببرم. گفت خداوند توان بدید، من کار آسان نیست. نیست راست میگه. قرآن کریمه که ورق بزنی که 600 صفحه یا 650 صفحه است، ایر هر خط شب زیر زبر، گفت فوقی که خداوند توان بدید، یزی که کار خارق العاده دیگه نیست. نیست و جناب استاد افتخار ازی تنها به من نیست، تنها به شما نیست، به کل مردم افغانستان است. ما به شما شکر افغان است، جمله بر مومن مسلمان، کل مسلمان های جهان است افتخار ازی. راست میگه. تال شاید کدام عیسوی کتاب انجیل نشته نکده باشه به قلم. راست میگه. مگر ما شما الحمدلله تال چندین مرتبه قرآن به قلم نوشته شده، این بسیار افتخار کلان است. 100%. استاد جان، این قسمتش که من میبینم با قلم آبی یک رقم نشانی شده. آه استاد، یعنی این قسمت کمک اشتباه داره. آها. که بازیر ما در جایش نشته کردیم، بازیر بخیر میارم در جایش مندازم. ایره خب استاد، من قسم نشته کردم به خاطر افتم از پیشم اشتباه نشه، یک سپاره رو نشته میکردم استاد، باز از سر از صفحه اولش میگرفتم میره زیر زبر میدادم. ایتو نشته نمیکردم استاد که فرزند نشته میکردم امی آیت اگه نشته کنم امی دفتن زیر زبر میفتیم از پیش من خطا میخورم. اول استاد بدون زیر زبر می نوشته میکردم، بعد از او باز زیر زبر، باز ورق میزدم، اینم تو از صفحه اول جناب استاد بازید کلش زیر زبر میدم. فرزن میدم استاد که در اینجا فرزن یک این مانده، اگر در اینجا میبود استاد من زنده سفر میبرداشتم. ولی اگر در اینجا میبود باز نمیتونستم سفر بردارم، مجبور دم در اینجا خط تمیز کنم. در قرآن کریمه که خودتان از روش نوشته کردین، یک بار رو ببینیم استاد جان، در هر صفحه از او فکس اینه می رقم برابر از اینه می آمده متنش. استاد بخیه کمه یک موجزه هارک ما برکنم که قرآن پاک میان بسیار، یه چند سال شاید از 100 سال پیش خب باشه یا 80 سال، بسیار سابقه جناب استاد، بسیار سابقه است. از این شکلش میبینید معلوم میشه. بله، بسیار یک چیز سابقه و تاریخی است. و یا نوشته هم کمپانی تاج است، تاج کمپانی که در قصه خانی پشاور است، هم مرکز چاپ قرآن عظیمشان از همونجا جناب استاد اینه. این اینی خطا رو که استاد من حساب کردم، ورقایش که یه رقم زرد می باشه او بدل است یا اصل است؟ این می قرآن کریم ورقای کریمی که داری به خاطر که چشم نمی بره استاد. خب اگر سفید باشه شو شما ایره مطالعه کنین یا بخونین، اگر گروپ در بالای سرتون روشن بشه نکاس میکنه، ریفلکس چشم میبره. به مو خاطر قرآن شریف هر جایی که تبع کردن یا یک کریمی کم رنگ گرفتن یا سبز ماشی کم رنگ گرفتن، به خاطر که مانی
نور میشه. معنی نور میشه. انعکاس نور. واضح دیده شده. یعنی در وقت جناب استاد ببینید همیان بسیار چیز است، جق جق نوشته است. باید یک فاصله می داشت. چند خط بود؟ این تقریبا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 خب من این حساب کنم شما استاد حساب کنید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 این بیخی یک معجزه واره بود دیگه بدون از اینکه به ما بیارن استاد ما وقت 19 هستن کار خدای پاکم به تو بوده گروه من 19 خواهد جور کنم بازی قرآن شریف پیش ما بیاید بسیار استادی سابقه است قدر سابقه است از شما مثال براتون میگم از شما یک عالم دین یا در افغانستان بله. یا در دور از افغانستان بله. دور از مرزا یا اروپا آسیا هر جای دنیا یک عالم دین از شما تقاضایی را کنه اینمی قرآن شریف بر ما عدیه بته اگر اون تو عدیه که من میخوایم پاداش زحماتم باشه و او به بسیار حرمت احترام قیمت مثلا در عربستان سعودی در خانه خدا 100% چی سوال کردم نه سر جان ما فدایش فدایش راست میگی راست میگی دوستا بیا خدا بزرگ است که بهترین عالم باشه دیگه چی افتخار است که آثار ما را که کلام حق نشته کردیم ما لایق ببینند کجا بانی خب بسیار افتخار کلان است خدا بزرگ است راست میگین حتی به تمام افغانستان راست میگین خدا بزرگ است در اونجا جناب استاد باز نمیگه که صابر فقیرزاده نشته کرد میگه افغان نشته کرد در اونجا دیگه هدف از افغان ایتونی تمام افغان کسی از آرسی پشی افغان است ما شما دیگه کل ما افتخار به کل است راست میگی دوستو جان کم درباره زندگی شخصیتان بگوین چطور است روز روزگار آیا اگر یک نفر از شما خواهشی را کنه شما کار شخصی فعلا که دارین شاید نتونم اقتصاد شما را روزمره پوره کنه بیاین کار خطاتیتان ادامه بتین دیگه مثلا در کشورهای اروپایی در امریکا استرالیا جای دیگه هنر شما که نوشته میکنین در اون قسمت ها صادر کنین شما میکنین چون مسلکتان است نوشته میکنم برشان روان کده میتونم مگم خودم وطن میلانه میکنم وطن ما و شما بهترین وطن است وقت آدم میفهمه جناب استاد که نباشه اینجا من 45 روز در بیت الله شریف بودم بهترین جای کره زمین بهشت روی زمین است باور میکنید که همونجا آمدن پشت وطن خود میشه وطن مادر است نیت کال خودت آمدی لطف کردی شدی برادر من کار تکنیک کنید یعنی میشه در کل اروپا نباشه استاد راست میگی راست میگی همین صمیمیت همین شیشتن همین مجلس شاید در کل امریکا نباشه و نیست استاد راست میگی اون بر شما معلوم است راست میگی در شما در جریان هستید قربان تان استاد جان درباره اقتصاد روزمره روزمره چی گونه میگذره زندگی آیا زندگی شما نسبت به زندگی یک افغانی که یک هنر نداره فرق داره یک زندگی عادی است که جناب استاد از ما هم لطف خدای پاک است که طبقه اوناس و طبقه زکوت همشان از فاکولته پاس شدن این فعلا هم خانم ما در پشتنی بانک کار میکنه فعلا هم وظیفه هستن خانم برادر ما هم در بانک کار میکنه پدر ما جان انجینر است از پلی‌تکنیک کابل فارغ شده مهندس است اونا هم وظیفه هستن برادر دیگه پدر شما اصلا مردم اصیل کابل هستید ما از مشار کنی کابل هستیم از کوچه رکاخانه از خوابگاه خوابگاه پخته کابلی پخته از کابل از پایتخت پخته می از می فکر کو دگه 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 دوستا شما فکر کنین که از می پخته آدم کابلی که وطن اصلا از اینا هست خواهش میکنیم وطن کل ما شما پدر کلان ما در شهر کونه جناب استاد امرایم کونه کابلی ها برین فروشی داشت اول در خود کوچه رو کاخانه بوده کوچه خوابگاه خوابگاه شهر کونه کابل بدیم باز اینجا پدر من خدا غریق رحمت کنه باز اینجا گرفت وقتی ظاهر خان باز ما یک ساله بودیم که آمدیم اینجا دیگه این 56 سال استاد در این خانه تیر کردیم سه برادر هستیم در این خانه خداوند اتفاق براتان داده زیادتر بسازش و ما که دیدم قدر محبت برادرزاده ایت امرای داره و ما شوقی را کردم ای کاش ما برادر می داشتم که رقم برادرزاده می داشتم برادرزاده ایم نیست کلش اولادم است و ما وجه یک تیم فوتبال داریم یک تیم فوتبال داریم هفته درست تمرین میکنیم کجا میرین باز؟ در جمنازه میریم
شما منعیسه؟ من فقط این سفید شانه هستم، من تا در میدان که شانه هستم هستی بسیار تکاو پتکاو گفا میکنم بسیار تو موب نخورم اخصا نه تو بازه هیت مشکل ندارم قربانه بخیر باشی استاد جان. در اخیر ما سپاسگزاری از خودت میکنم که ما را دعوت کردی و بر ما اجازه را دادی که تا در کلبه شما بیاییم و یک برنامه داشته باشیم. قربانتان. کلبه غریبانی ما صدقه سرتان. همیشه بیاین بدون مصاحبه بیاین. خانی خودتان است. از ایراد سیر میشین دور بخورین. خانی خودتان است. تشریفات دیگه پا در شان ما مردم نیست. قربانتان سلامت باشید. چیزی که در دیگه زکاسه میبرای بدون آرایش. وقت نام خدا بسیار. بازم از شما بسیار تشکر که لطف کردین آمدین. سلامت باشین. بسیار لطف کردین. خداوند کمتان نکنه. و خداوند می ثواب ازی شما رو شریک داشته باشید. الهی آمین. الهی آمین. جمله مؤمن مسلمان. الهی آمین. و خداوند از برکت از این کلام حق بیاد یک صلح و صفا. دوستا که در خارج هستن. بله. اونا فقط برنامه رو تماشا میکنن. بدون از اینکه تماشا میکنن من نیست یک افغان بر اونا چی گفتنی داره؟ فقط گفتنی از درد دلتان بگوین اما تو بی‌فیلتر سچا وطنتون از یاد نبرین. یک از دایره اسلام خارج نشین. دو و قانون زندگیتون قرآن قرار بده. بشک دیگه خوار نمیشه. بشک اما تو که استاد گفت و واقعا دوستا تمام گپوش حقیقت داره. از اون جمله کسایی را که بر شما استاد گفت از جمله یک برادر مر یک روز نصیحت کرد گفت که در امی نماز غفلت میکنی یک صبح نمیخونی بعض وقتا ما 10 بجه 9 بجه میخیستم از خواب گفت می کارا نکو باز بیبی اگر بندش دیدی در زندگیت گفت باز بیا دست تو گریبان ما. اما واقعا گپ درست داد. مشکل در چیست استاد که دور از اهل مجلس ما و شما ما شما 10% بندگی میکنیم ولی 100% خدایی توقع داریم. راست می این امکان نداره. میگه دعا کردیم قبول نشد. جد فشقت محاسبه کن که چقدرای ازو برابر هستی. یک دفعه خود سم کو درای ازو صادقانه کت سر صدا کو بیبی که لبیک میگه بیا خدا بزرگ است. قربان تو جان سلامت باشی زنده باشی بسیار لطف کردین خداوند موفق داشته باشی قربان تو سلامت باشی. شما بازم تشکر از همکارای تکنیکی تون که اینجا تشریف آوردن. جان سپاس بخیر باشین استاد جان. بخیر باشین. همچنان هموطنان عزیز بالاخره من هم رسیدم به قسمت اخیر برنامه. ناگزیر هستم با شما خوبان خداحافظی کنم. سوژه امروز ما دستخط استاد بزرگوار حاجی محمد صابر فقیرزاده که اینا با دستای پرزحمتشان قرآن عظیم نشانه دستخط امرای قلم نوشته کرده و سو کار مشکل است. به این خاطر محبت قرآنی ما را کشان تا به کلبه اینا و ما یک برنامه داشتیم. جا داره سپاسگزاری کنم از شما. هم منتظر نظریات انتقادات پیشنهادات شما هستم. اگر شما نظر دارین تمیم نفیسی در خدمت. فقط در کامنت بر ما بنویسین. همچنان ما قربان قرآن پاک شوم که ما را همیشه کمک میکنه و شکر الحمدلله که ما مسلمان هستیم. تا برنامه های بعد گزارشات بعد خداوند یار و مددگار همه ایتان. به خاطر حمایت ما چینل بخش بین المللی های بیره سبسکرایب کنین. خداوند یار و مددگارتان.